بینندگان عزیز، در ادامه گزارش اسناد افشا شده یه ویکیلیکس، سندی داریم با عنوان سراسر جهان به خاطر ایران دلواپس است. در گزارشی که نیویورک تایمز در مورد یکی از این سندها منتشر کرده و تاریخ اون 7 مه 2006 هست، اینطور میخونیم: بر اساس تلگراف های دیپلماتیک، خیلی از رهبران در خاورمیانه نسبت به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بی اعتماد هستند. بر اساس یکی از تلگراف ها، امیر بحرین که برای ناوگان پنجم آمریکا پایگاه فراهم آورده، به آمریکایی ها میگوید که برنامه هسته‌ای ایران باید متوقف گردد. او گفت خطر اجازه دادن به ادامه آن بیشتر از خطر متوقف کردن آن است. بر اساس یک تلگراف دیگر، ملک عبدالله پادشاه عربستان مستمرن از واشنگتن درخواست میکرده که تا هنوز زمان باقی است سر ما را بکوبند. این تلگراف ها همچنین شامل یک ارزیابی تازه اطلاعات آمریکا از برنامه موشکی ایران هم هست. اونها برای اولین بار فاش میکردن که آمریکا معتقد ایران موشک های پیشرفته ای رو از کره شمالی به دست آورده که ممکنه اجازه حمله به پایتخت های اروپای غربی و مسکو رو بده و به تولید موشک های دراز بلند به اصطلاح با برد بلند بالستیک ترسناک کمک کنه. هنگامی که آقای اوباما امور رو به درس گرفت، بسیاری از متحدین نگران بودند که پیشنهادش برای برقراری رابطه موجب گردد تا او برای ایرانی ها ضعیف به نظر برسد. اما این تلگراف ها نشون میده که چطور دستیاران آقای اوباما با پیش گرفتن طرحی برای محاصره ایران با تحریم های اقتصادی و همینطور دفاع ضد موشکی سریعا با این نگرانی ها مقابله کردند. به طور اساسی این دولت انتظار داشت که دسترسی ایران به سلاح شکست بخورد، اما معتقد بود که برای ایجاد حمایت جهت اقدام متشددتر باید دست به یک اقدام با حسن نیت بزند. آنچه فوریت را برای دولت مشخص می‌کرد اطلاعات در مورد برنامه موشکی ایران بود. آنچه در پشت این تلگراف‌ها در میان بسیاری از این رهبران وجود داشت این اعتقاد بود که اگر دولت فعلی ایران سقوط نکند، ایران دیر یا زود یک بمب به دست خواهد آورد. در 12 فوریه امسال در یک ملاقات بین هرب مورین که آن موقع وزیر دفاع فرانسه بود و رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا، آقای مورین موضوع حساسی را مطرح کرد که آیا ممکن است اسرائیل بدون حمایت آمریکا به ایران حمله کند؟ آقای گیتس پاسخ داد نمی‌داند که آیا آنها موفقیت آمیز خواهد بود یا نه، اما ممکن است اسرائیل دست به چنین عملیاتی بزند. در دسامبر 2005 ملک عبدالله عربستان خشم خود را از اینکه دولت بوش مشورت او در مورد نرفتن به جنگ را نادیده گرفته ابراز داشت. بر اساس یک تلگراف از سفارت آمریکا در ریاض، ملک عبدالله استدلال کرد که با در نظر گرفتن اینکه در گذشته آمریکا، عربستان سعودی و صدام حسین بر ضرورت متوقف کردن ایران توافق کرده بودند، سیاست آمریکا اکنون عراق را در سینی طلایی به ایران هدیه می‌کند. در یک تلگراف دیگه گزارش شده طی ملاقاتی در 27 دسامبر با ژنرال ابیزید فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، رهبران نظامی از امارات متحده عربی همه با ابیزید موافق بودند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جدید ایران بی تعادل و حتی دیوانه به نظر می رسد. چند هفته بعد محمد بن زیاد ولیعهد ابوظبی و فرمانده دفاع امارات به ژنرال ابیزید گفت ضروری است آمریکا علیه ایران امسال یا سال آینده دست به اقدام بزند. عربستان سعودی نیز بر این فشار افسود. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در ملاقات آوریل 2008 با ژنرال دیوید پتراوس که سپس فرمانده نیروهای مرکزی شد، نصیحت پادشاه به آمریکا در مورد حمله به ایران را یادآوری کرد و وزیر خارجه گفت که
در حالی که او فشار اقتصادی را ترجیح می‌دهد، استفاده از فشار نظامی علیه ایران نباید منتفی گردد. رهبران عرب برای اینکه دست به اقدام بزنند، حتی بیشتر از اسرائیل فشار می‌آوردند. ولیعهد بن زیاد در ژوئیه 2009 پیشگویی کرد که یک حمله اسرائیل تا آخر سال به وقوع خواهد پیوست و اشاره به خطر استمالت از ایران کرد. او اعلان کرد احمدی نژاد یک هیتلر است. سفارت آمریکا در عربستان سعودی گزارش کرد که گفتگوها در مورد برقراری رابطه با ایران موجب برانگیختن نگرانی عربستان شده است. یک تلگراف میگوید گلیزر دستیار وزیر خزانه